سلام دوستان، امیدوارم عالی باشید و همه درس های قبل با دقت کار کرده باشید. دوستان در ادامه مبحث پس سمپل یا همون گذشته ساده هستیم در زبان فرانسه. ببینیم که به چه صورت فعل اتر به معنی بودن که یکی از تاپ ترین و پرکاربردترین فعل ها در زبان فرانسه است رو باید در پس سمپل با هم دیگه صرف بکنیم. خب دوستان، اتفاقی که میفته این هست که طبیعتاً طبق روال اتر یه فعل کاملا بی‌قاعده است و کلن شکل و شمایلش عوض میشه در زمان پس سمپل، همونطور که در زمان در واقع پرزون سمپل یا همون پرزون زمان حال ساده هم تغییر میکرد کامل. میگفتیم je suis، ها ببین je suis کلن عوض شده، tu es, il est, nous sommes, vous êtes و ils sont، ها دقیقا همین اتفاق هم در گذشته میفته، یعنی کامل شکل و قیافه فعل داره عوض میشه، اما پایانه ها خب قابل حدس هستن و در واقع پایانه ها خوبیش اینه که مشخصه. خب سه تا شخص اول که در واقع یکسان، فقط در واقع ژو و تو به اس ختم میشن و ایل و ال به ت در واقع ختم میشن. چی میشه؟ ژو فو، من بودم. ژو فو، تو فو، ایل فو، ال فو. ژو فو، تو فو، ایل فو، ال فو. نو فوم، ام و او هم که اکسان داره در نو و بود. نو فوم، نو فوم، ما بودیم. وو فیت، وو فیت، شما بودید. ایل فیورا، ایل فیورا یا ال فیورا. پس یک بار دوستان خواهش می‌کنم شما هم حتما تکرار کنید، به زبون بیارید چند دفعه. دوستان فراموش نکنید، تنها چیزی که باعث میشه واقعا گارانتی بشه توی ذهنتون و همیشگی بشه توی ذهنتون صرف فکر به زبون آوردن است. پس به جایی که الان فکر کنیم آسونه یا سخته یا هر قضاوت دیگه انجام بدید، خواهش می‌کنم فقط تکرار کنید. Je fus, tu fus, il fut, elle fut. Nous fûmes, nous fûmes. Vous fûtes, vous fûtes. Ils furent, elles furent. خب، یعنی مثال رو باید بذارید. پس نشه که مشخصه من بودم، تو بودی، او بود و غیره. خب من تو این جمله خواستم بگم او یک پادشاه معروف بود. او یک پادشاه معروف بود. خب il fut un roi célèbre. il fut او بود un roi célèbre. célèbre هم که دوستان میدونید معروف، مشهور. il fut un roi célèbre، او یک پادشاه معروف بود. این صورت دوستان. خب پس شما خواهش میکنم دوستان حتما سعی کنید چند دفعه به زبون بیارید، بنویسید حداقل یک بار و چند تا جمله از ذهن خودتون بسازید. او دوست من بود. جملات ساده